سلام، شهرام نیکبخت هستم. امروز میخوام درباره یکی از مسائلی که تو ذهن همه شما وجود داره باهاتون صحبت کنیم، درباره تمرینات هوازی یا همون تمرینات کاردیو. با ما باشید. خب امروز میخوایم در رابطه با تمرینات هوازی یا کاردیو باهات صحبت کنیم. تمرینات هوازی یا کاردیو به تمریناتی اطلاق میشه که زمانبندی بالای 20 دقیقه داشته باشه و ضربان قلب خودتونو بتونین تو 65% تا 75% ماکسیموم ضربان قلب نگه دارید. به چه درد میخوره تمرینات هوازی؟ تمرینات هوازی بستگی داره برای چه کسی تو چه زمانی استفاده بشه. از چه وسایلی میتونیم استفاده کنیم؟ از تردمیل، دوچرخه، الپتیکال، حتی پیاده روی بیرون یا حتی شنا کردن. تمام اینا حرکت‌های هوازی محسوب میشه. نکتهش همون نگه داشتن تو تایم ثابت اون ضربان ثابته. این میشه تمرینات هوازی. خب خیلی هم از سوال میکنن از تردمیل استفاده کنیم، از دوچرخه استفاده کنیم، از کاردیو دستی استفاده کنیم. بستگی داره. اگر بدن شما مشکلی از نظر مفاصل نداشته باشه، هر کدوم که دوست داشته باشین میتونین استفاده کنید، ولی باید این شدت تو اون تایم حفظ بشه. زمانی شما بیشترین استفاده رو میکنید که تو تایم کوتاه اون شدت رو داشته باشین و حفظش کنید. اگر شما مشکلات ستون فقرات دارید، بهتره که از دوچرخه پشتدار استفاده کنید که به ستون فقراتتون با ثابت نگه داشتنش فشار نیاد. اگر زانوهاتون مشکل داره، بهتر از تردمیل و دوچرخه استفاده نکنید. از کاردیوی دستی استفاده کنید که همون قضا ضربانتون رو بالا نگه میداره و فشاری به روی زانوهاتون نمیاره. و اگر میبینید که تمام اینه برای شما مشکل آفرینه، با اجازه پزشکتون میتونید شنا کنید. مطمئنن همون جوابی که باید بگیرید و از اون میگیرید. حالا چرا 20 دقیقه؟ تا 20 دقیقه 70% این کالری که شما دارین میسوزونید داره از قند بدنتون میسوزه و 30% فقط روی چربیاتون اثر گذاره. بعد از 20 دقیقه ذخایر گلیکوژن یا همون ذخایر قندای ساده عضلاتتون به مینیمم حدش میرسه. اون موقع است که دارین فقط چربی میسوزونید. بله، درصد چربیت خیلی سریع میاد پایین. این کار رو حفظ کن. آره، خب یه مسئله دیگه مطرح میشه. چه زمانی کاردیو کنم؟ غذا خورده باشم یا نخورده باشم؟ بله، تمام اینا برای افراد مختلف فرق میکنه. اگر شما یه فرد مبتدی هستین، فقط میخواین درصد چربیتون رو بیارین پایین، میگین تایم برای من خیلی مهمه، هر زمانی که وقت دارین این کارو بکنید. زیاد خودتون رو قائم به این نکنید که من این ساعت بکنم یا این ساعت. هر زمانی که وقت دارید برید این کارو انجام بدید که درصد چربیتون رو بیارین پایین. ولی اگر شما فرد ورزشکاری هستید که براتون از دست دادن حجم عضلانیتون یا سایزتون مهمه، بهتره که تمریناتون رو تنظیم با ورزشتون بکنید. ورزش ناشتا، کاردیوی ناشتا بیشتر به درد از دست دادن سایز میخوره و کم کردن درصد چربی. پس بهتره کاردیو رو ناشتا انجام بدین بعد برید سمونتون رو بخورید. ولی اگر میخواین فقط درصد چربی بیاد پایین و عضلات دست ندید، بهتر اون کاردیو رو بذارید بعد از ورزش عادیتون انجام بدید. حالا بعضی یه سوالی میکنن، آقا ما وزنه بزنیم یا بریم کاردیو کنیم، کدوم انجام بدید درصد چربی میام پایین؟ به نظر من با تمام کارهایی که خودم تو این تایم 30 ساله ورزش انجام دادم، انجام دادن ورزش قدرتی حتی یه جوری بهتر از کاردیو کردنه و بیشتر از اون از شما کاردیو میکشه، به خاطری که با وزنه زدن قندتون هم میسوزه هم درصد چربیتون استفاده میشه. پس این کارو بکنید، مطمئنا جواب خواهید گرفت.